سلام، وقت همگی به خیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. من محمد بهجو هستم، مدیر دیجیتال فیچرز فارسی و مدیر منطقه ایران خاورمیانه دیجیتال فیچرز ورد. همونطور که از اسم دیجیتال فیچرز فارسی مشخصه، ما بازو و شاخه فارسی زبان دیجیتال فیچرز هستیم و خیلی خوشحالیم که امسال تونستیم با همکاری مدرسینمون و با تلاش و کار سخت و کار زیاد 8 الی 9 تا ورکشاپ مختلف رو در موضوعات مختلف و موضوعات متنوع برای شما آماده کنیم که شما بتونین یکی از اونها رو انتخاب کنین. خیلی باعث خوشحالیه این قضیه. از مدرسین عزیزمون کمال تشکر رو دارم که دانششون رو با شما به اشتراک میذارن و باعث توسعه و گسترش علم میشن. ورکشاپ های امسال از 3 مرداد ماه شروع میشن و از امروز هم ثبت نام باز خواهد شد. پس لطفاً ورکشاپی رو که میخوان انتخاب کنین از توی وبسایت ببینین، توضیحات ورکشاپ ها رو بخونین با دقت که بتونین بهترین انتخاب رو داشته باشین. ورکشاپ ها اینجوری هستن که فرست کام فرست سرو هستن. به اصطلاح هر کی زودتر ثبت نام کنه، هر کی زودتر اقدام به ثبت نام کنه و ثبت نامش رو تکمیل کنه در اولویت هست. تعداد افرادی هم که هر ورکشاپ حدوداً قبول میکنن نوشته شده و توضیحات دیگه ورکشاپ هم لطفا مطالعه بکنید، مثل تاریخش، مثل اهداف ورکشاپ، تا بتونید بهترین انتخاب رو داشته باشید و در نهایت یه دونه ورکشاپ رو میتونید شما انتخاب کنین. امسال نسبت به پارسال تعداد ورکشاپ های ما بیشتر شده و همچنین افراد متنوعتر و موضوعات متنوعتر رو خواهیم داشت. من به ترتیب شروع میکنم. البته به جز 2 مورد از ورکشاپ های ما، بقیه برای ما ویدیو فرستادن و شما میتونید بعد از صحبت های من ویدیوهاشون رو ببینید. ورکشاپ هایی که الان مشاهده میکنید پرینت سه‌بعدی سرامیک هست که المان بزرگ مقیاس جزء محور هست و من هستم و کاوه، روژین و علی درازگیسو و مونا که قرار پرینت سرامیک داشته باشین. تو ویدیو بیشتر توضیح دادم. من اینجا ورکشاپ هایی که ویدیو دارن رو خیلی توضیح نمیدم. پدیدار گسسته هست که از طرف فبلب ایران، که فبلب ایران هر کسی تو این زمینه کار کرده باشه قطعا اسمشون به گوششون خورده و موضوع خیلی جالبی دارن. میتونین توی وبسایت ما راجبش بخونین و عکسای دیگه‌اش رو ببینین. و از نماد پوسته هوشمند هست که آقای شیخ انصاری و آقای قائمی قرار برگزارش کنن. موضوع خیلی جذابی داره، من توضیح نمیدم چون خودشون ویدیو دارن. همچنین آقای اکبری و خانم شهرآشوب و آقای فرد که از گروه آرداینا همشون هستن و قرار جنراتیو دیزاین بهتون یاد بدن. خیلی موضوع جالبی میتونه باشه برای کسایی که علاقه دارن و خیلی موضوع شیرینیه. خانم غزل جاویدان هم با همکاری آقای اسماعیل بگی قرار یک سری اپتیمیزیشن انجام بدن یا حتی یک سری چیزها رو تولید کنن و ویدیوشون در همین ادامه وجود داره، میتونین با دقت ببینین. دوست و استاد عزیز من به همراه خانم آذرنوش امیری و یکی دیگر دوستای عزیز من که خیلی انسان دانشمندی است واقعا، قرار 3 دوره ورکشاپ اکسپریمنتال رو برگزار کنن. در 2 سال قبل شماره 1 و شماره 2ش بوده و امسال شماره 3ش هست که البته خودشون تو ویدیو توضیح میدن چه تغییراتی کرده و فرایند به چه شکل خواهد بود. آقای مرتضی خورسند یا همون آقای مرتضی خورسند نیکو معمولا بین افراد آکادمیک خیلی شناخته شده هستن، ایشون
قرار هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ رو در معماری درس بدن و همچنین جنراتیو ای آی و خیلی میتونه مفید باشه براتون. و همچنین آقای رفیزاده که سال بالایی من بودن توی دانشگاه تهران و خانم شبنم لطفیان که هر دوشون الان تو دانشگاه تکنولوژی کوینزلند استرالیا فعالیت میکنن، مشغول به تحصیل دکترا هستن و قرار اسکالپتینگ فلز رو داشته باشیم. خیلی موضوع جالبیه. من همینجا از همه مدرسین عزیزمون تشکر میکنم، واقعا ممنونم ازشون که قراره با شما دانششون رو به اشتراک بذارن. لطفاً و حتما توضیحات هر ورکشاپ رو به دقت بخونین تا بتونین بهترین انتخاب رو داشته باشین. براتون آرزوی موفقیت میکنم، روز خوبی داشته باشین، وقت بخیر. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با توجه به برگزاری ورکشاپ های دیجیتال فیوچرز، در واقع قرار بر این شد که یک ویدیو آموزشی هر ورکشاپ آماده بکنه تا یک توضیح خیلی مختصر و اولیه در مورد فرایند ورکشاپ و اتفاقاتی که در حین ورکشاپ قرار هست رخ بده برای شما آماده بکنه تا شما بتونید با توجه به سلایقتون و مهارت هایی که دارید یا دوست دارید که کسب بکنید ورکشاپ مد نظر خودتون رو انتخاب بکنید. خب در مورد ورکشاپ ما باید عرض کنم خدمت شما که ما بنا بر این داریم که با استفاده از یکی از تکنیک‌های ادیتیو مانیفکتچرینگ یا در واقع ساخت افزایشی و با استفاده از دستگاه پرینت سه بعدی در حوزه ساخت دیجیتال یک کسب مهارت و یک کسب تجربه رو انجام بدیم. در این ورکشاپ ما می‌خوایم با استفاده از متریال سرامیک در واقع و با تولید قطعات کوچکتری در حدود ابعاد 40 سانتی در حالا طول، عرض و ارتفاع یک المان بزرگ مقیاس رو بسازیم. این بزرگ مقیاس هم که میگم ابعادی در حدود مثلا فرض کنید 1.5 متر در 1.5 متر در 1.5 متر، حالا با استفاده از با یک تناسب حدودی، چون ما طبق معمول هیچ طرح از پیش تعیین شده رو در ذهنمون نداریم و امیدواریم که در طول فرآیند ورکشاپ و با استفاده از خود شما، با استفاده از در واقع ایده ها و توانمندی های شما، با استفاده از تلاش شما یک فرمی رو دیزاین بکنیم و در ادامه اون رو بسازیم و اسمبل بکنیم. اما اگر بخوام در واقع در مورد فرایند ورکشاپ به صورت روزانه صحبت بکنم، باید به این نکته اشاره بکنم که دو روز اول ورکشاپ که احتمالاً روزهای سوم و چهارم مرداد ماه خواهند بود به آموزش نرم افزاری و آموزش سخت افزاری پرینت سرامیک در واقع اختصاص خواهد داشت. در واقع ما با استفاده از پلاگین گراسهوپر و همینطور نرم افزار کیورا می‌خوایم فرایند طراحی‌مون رو انجام بدیم. پس یه آشنایی اولیه از گراسهوپر نیاز هست، اما یک کمی تخصصی‌تر در طول ورکشاپ شاید بسیار خیلی فشرده یه آموزش اولیه در مورد اینکه حالا با دانش قبلی گراسهوپر شما چجوری میتونیم در واقع یک فرمی رو متناسب با پرینت سرامیک آماده بکنیم، یه آموزش اولیه داده خواهد شد. شاید بشه گفت بیشتر یک توضیحاتی برای شما داده میشه که شما کانسپت طراحی و محدودیت‌های موجود در این فرایند رو بدونید و بعد با استفاده از اون بتونید طراحیتون رو جلو ببرید. بعد از اون نرم افزار کیورا که نرم افزاری هست که شاید دوستانی که کار 3D پرینت میکنن باش آشنایی داشته باشن، اون هم یه آموزش اولیه‌ای در واقع ارائه خواهد شد تا شما بتونید طرح‌های خودتون رو آنالیزهای اولیه ازش بگیرید و بدونید که چجوری میتونید اون رو برای ساخت آماده بکنید. و در ادامه دو روز بعدی اختصاص داره به بحث طراحی و فرم فایندینگ. یعنی ما حالا با توجه به آموزش‌هایی که در دو روز قبلی به دست آوردیم، یاد گرفتیم و دانشی که در این حوزه به دست آوردیم، شروع می‌کنیم به فرم فایندینگ و پیدا کردن یک فرم جذاب یا شاید طراحی یک فرم جذاب که با محدودیت‌های این موضوع بتونه در واقع همگام باشه و بتونه در واقع پاسخگوی محدودیت‌های ما باشه در بحث ساخت. بعد از در واقع این دو روز که به صورت یک کار تیمی هم هست، احتمالاً شاید حدود 7 8 تا طرح داشته باشیم. از بین این 7 8 تا طرح و با انتخاب خود شما و تیم مدرسین یک طرح رو به عنوان طرح نهایی انتخاب می‌کنیم و برای ساخت آماده‌اش می‌کنیم. پروسه ساخت متأسفانه خوشبختانه یک پروسه زمانبریه. یعنی با توجه به تجربه‌ای که در پرینت این قطعات وجود داره، تصور ما بر این هست که شاید یک بازه 10 تا 12 روزه با توجه به اینکه ما یک پرینتر برای در واقع پرینت قطعات داریم و محدودیت‌های بالا متفاوتی که وجود داره از جمله استفاده از کوره‌ها و غیره، ما فکر می‌کنیم که برای ساخت یک المانی با ابعاد حدودی 1.5 در 1.5 در 1.5 حالا یکم بیشتر یا کمتر، بیش حدود 10 تا 12 روز طول خواهد کشید. هر مدول ما که حدود 40 سانت در 40 سانت در 40 سانت هست شاید حدود 2 ساعت زمان ببره پرینت اولیه‌اش و بعد خشک شدن و بعد وارد کوره شدن و در واقع فرایند سخت شدنش، یک زمان حدودی
با توجه به اینکه مثلا ما فکر می‌کنیم یه المان بزرگانش حدود 10 تا 12 روز به نظر ما زمان می‌بره، در این بازه 10 تا 12 روز کل اعضای تیم لازم نیست یا کل اعضای شرکت کنندگان ورکشاپ لازم نیست که در واقع محل کارگاه باشن و میتونن به صورت در واقع تقسیم بندی، شاید هر مثلا 2 روزی یک یا 2 نفر از هر گروه نیاز باشه که به تیم مدرسین کمک بکنن تا بتونه این فرایند طی بشه. و در انتها بعد از اینکه قطعات ساخته شد فرایند اسمبل رو خواهیم داشت. این امکان وجود داره که چند روز آخر فرایند تولید و فرایند اسمبل به صورت همزمان برگزار بشه تا ما بتونیم که در واقع بازدهی بیشتری داشته باشیم و در زمان صرفه جویی بکنیم. ممکنه مثلا 3 روز آخر ورکشاپ رو هم به تولید قطعات مشغول باشیم و هم به اسمبلشون و در واقع به صورت یک ماراتون فشرده سعی کنیم چند روز آخر در واقع کار رو جمع کنیم. در این ورکشاپ در واقع دوستان خوب من آقای کاوه خدابخشی، آقای محمد بهجو، خانم روژین صبحانی و خانم مونا صبحانی در واقع زحمت اصلی تدریس رو دارن. من هم در واقع صورت آنلاین و خیلی محدود احتمالاً از راه دور کمکتون خواهم کرد و امیدوارم که بتونم در واقع اندک تجربه‌ای که دارم در اختیار شما قرار بدم تا همگی با هم در نهایت یک کار جذاب و ارزشمند رو داشته باشیم. خیلی ممنونم از توجهی که کردین. امیدوارم روز خوب یا شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. سلام، من غزل جاویدان هستم. خوشحالم که این فرصت رو دارم که ورکشاپ امسالمون در دیجیتال فیوچرز فارسی رو معرفی کنم. ورکشاپ تجزیه و تحلیل پس از بهینه‌سازی معماری و مدیریت داده ها، گشودن جعبه سیاه توسط من، همکارم آقای اسماعیل بیگی و تیم خوب پلاگین جیراف برگزار میشه. تو این ورکشاپ ما به دنیای پیچیده الگوریتم های فراابتکاری و بهینه‌سازی تعاملی معماری وارد میشیم. اما تمرکز این ورکشاپ تنها بر بهینه‌سازی عددی نیست. هدف از این ورکشاپ این هست که الگوریتم های بهینه‌سازی نه به عنوان هدف نهایی طراحی، بلکه به عنوان ابزاری استفاده بشن که در حل مسئله بهینه‌سازی فرم معماری را هم همزمان با عمل کرده اون در نظر بگیرن. به همین دلیل تو این ورکشاپ ما درباره چگونگی تعامل با فرایند بهینه‌سازی و چگونگی تحلیل و مدیریت نتایج حاصل از بهینه‌سازی صحبت می‌کنیم و توضیح می‌دیم که چطور این داده‌ها رو باید مدیریت کنیم و چگونه از اونها در فرایند انتخاب نتایج بهینه و شبه بهینه استفاده کنیم. بخش اول این ورکشاپ با معرفی الگوریتم‌های فراابتکاری موجود در گراس هاپر آغاز میشه و کانسپت اولیه و فرایند بیسیک بهینه‌سازی‌های فراابتکاری توسط این الگوریتم‌ها توضیح داده میشه. بین الگوریتم‌های فراابتکاری تمرکز این ورکشاپ بر الگوریتم‌های ژنتیک خواهد بود و به توضیح مفاهیم اولیه ضروری برای شناخت و استفاده از این دست الگوریتم‌ها می‌پردازه. مفاهیمی مثل جمعیت، نسل، والد و فرزند، جهش، تابع هزینه، فضای طراحی و فضای راه حل ها توضیح داده میشن. با تبیین مسئله بهینه‌سازی و توضیح جزئیات الگوریتم ژنتیک به مسئله اصلی این ورکشاپ که نحوه تعامل با الگوریتم های بهینه‌سازی هست میپردازیم. در یک مسئله بهینه‌سازی معماری، فرم‌ها بر اساس معیارهای عملکردی مثل سازه، نور روز، نما و یا حرارت بهینه‌سازی میشن. اما آیا هندسه فرم‌ها هم از دیدگاه معماری و زیبایی شناسی بهینه میشه؟ چطور میتونیم بر تغییرات و تکامل فرم در فرایند بهینه‌سازی عملکردی نظارت و کنترل داشته باشیم؟ در مسئله های بهینه‌سازی معمولاً صدها آلترناتیو تولید میشه که مخصوصاً در نسل های آخر این آلترناتیو ها از نظر مقادیر عملکردی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. با چه روشی میتونیم در بین این نتایج خروج یک بهینه‌سازی آلترناتیو های بهینه‌ای رو انتخاب کنیم که هم از لحاظ عملکرد و هم از دیدگاه هندسه فرم بهینه باشن؟ برای جواب این سوال نیاز هست تا اول شناخت بیشتری از جزئیات فرایند بهینه‌سازی و نحوه تعامل این الگوریتم ها با متغیرهای فرم و اهداف عملکردی به دست بیاریم. به بیان دیگه، بهینه‌سازی و تحلیل داده ها در این فرایند باید برای ما شفاف باشه و نباید شبیه یک جعبه سیاه باشه که فقط ورودی میگیره و به ما خروجی میگه. بنابراین در بخش بعدی با جزئیات بیشتری درباره دو الگوریتم ژنتیک معروف، یعنی نان دومینیت سورتینگ ژنتیک الگوریتم
و استریت پارتو فرانت اِوولوشنری الگوریتم توضیح میدیم. ما فرایند طراحی و جریان داده های این الگوریتم ها رو معرفی میکنیم و چند مسئله بهینه‌سازی ساده با استفاده از دو افسونه والسی و بایومورفر در گراسهاپر حل میکنیم. با تسلط بر بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و رمزگشایی جعبه سیاه اون، آماده شروع مرحله بعدی یعنی مدیریت داده ها میشیم. در این بخش چگونگی مدیریت دسته‌بندی و تحلیل داده‌های با ابعاد بالا آموزش داده خواهد شد و برای این کار ما برای اولین بار پلاگین جیراف رو معرفی می‌کنیم. این پلاگین امکان تجسم داده‌ها و خروجی‌های طراحی رو در محیط طراحی محاسباتی گراس هاپر فراهم می‌کنه. ما با کمک این پلاگین انواع نمودارهای تحلیل داده مثل اسکتر، هیستوگرام، استک، هیت مپ و کورلیشن دو بعدی و سه بعدی رو میتونیم تولید کنیم، بررسی کنیم و نحوه تولید، کاربرد و اهمیت هر کدوم رو در فرایند مدیریت داده های طراحی و بهینه‌سازی توضیح میدیم. شرکت کنندگان میتونن به درک کاملی از نحوه ذخیره سازی، خواندن و مدیریت داده های پیچیده دست پیدا کنن و یاد میگیرن که چگونه از پلاگین جیراف برای تجسم و تجزیه و تحلیل نتایج بهینه سازی خود به طور مؤثر استفاده کنن. در بخش آخر، اعضای تیم پلاگین جیراف امکانات و تکنیک های مختلفی که این پلاگین برای تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته و تجسم داده ها رو داره نشون میدن و از شرکت کنندگان این کارگاه هم خواسته خواهد شد که حداقل یک مسئله بهینه سازی معماری رو با استفاده از نمونه هایی که توی این ورکشاپ حل شده، پلاگین هایی که معرفی شده، تعریف کنن، حل کنن و از پلاگین جیراف برای تعامل، مدیریت و تحلیل نتایج حاصل از بهینه‌سازی خودشون استفاده کنن. خیلی ممنونم از زمان و توجه همه. سلام، من شبنم لطفیان هستم، دانشجوی دکترا و موضوع ریسرچم ساخت روباتیک سازه‌های سبک است. سلام، منم حمیدرضا رفیع‌زاده هستم، دانشجوی دکترا و موضوع ریسرچ من جنراتیو دیزاین و ساخت روباتیک به کمک هوش مصنوعیه و هر دوی ما عضو ریسرچ گروپ دانشگاه تکنولوژی کوینزلندیم که تمرکزش توی ساخت روباتیک و تکنیک‌های مختلف. ساخت روباتیک یه تکنیک پیشرفته ساخته که چندین سال توی معماری خیلی مورد توجه قرار گرفته، مخصوصا توی حوزه ریسرچ توی دانشگاه‌های مختلف دنیا. تکنیک‌های مختلفش، خیلی تحقیقات مختلفی روش انجام شده و همچنین در حال انجامه به خاطر پتانسیل‌های خیلی زیادی که داره، و ما تصمیم گرفتیم که یک ورکشاپی داشته باشیم که ساخت روباتیک رو آموزش بدیم، از پایه و به صورت خیلی بیسیک و مبانی شروع بکنیم، آشنا بشیم با یک ربات خاصی که بهش بازوی روباتیک، روباتیک آرم گفته میشه، باهاش آشنا بشیم و با تکنیک‌های ساخت روباتیک آشنا بشیم و آموزش برنامه ریزی و پروگرام کردن ربات رو هم داشته باشیم که داخل نرم افزار گراسهاپر و پلاگین ربات انجام خواهد شد. توی این ورکشاپ ما روی یک تکنیک خاص می‌خوایم تمرکز کنیم که شبنم بیشتر می‌خواد توضیح بده راجع بهش. همونجور که حمیدرضا گفت، ما با معرفی تکنیک‌های مختلف ساخت روباتیک شروع می‌کنیم، تکنیک‌های مختلف رو معرفی می‌کنیم، ولی تمرکز ورکشاپ روی تکنیک روباتیک اینکریمنتال شیت فورمینگ هست. تکنیک های مختلفی رو شما شنیدین، باشون آشنا دارین و آشنایی دارین، بعضی تکنیک ها ممکنه کمتر شناخته شده باشه، حداقل در حوزه آموزش که روبوتیک اینکریمنتال شیت فارمینگ یکی از اوناست و ما دوست داشتیم که این رو به شما معرفی بکنیم. این تکنیک رو، این تکنیک برای فرم دهی جیومتری های فرم آزاد استفاده میشه معمولا و با متریال های فلزی ورقه‌ای. نکته برجستش اینه که نیاز به قالب‌گیری نداره، پس خیلی باعث سیو متریال میشه چه در پروسه ساخت، و چون قالب‌گیری نیاز نداره از ویست متریال خیلی جلوگیری میکنه. متریالی که روش کار میکنیم توی این ورکشاپ آلومینیوم هست و ما در نظر داریم طبق طراحی هایی که شما کردین در چند روز ورکشاپ، چند نمونه رو به صورت پروتوتایپ و به صورت لایو
بسازیم، شما با پروسه ساخت آشنا میشین و همجور محدودیت هایی که متریال و تکنیک ساخت به طراحی اعمال میکنن رو آشنا میشین و یک تجربه ای از طراحی تا ساخت در این زمینه به دست میارید. سلام، توی این ویدیو قصد دارم که ورکشاپ جنراتیو دیزاین در معماری ایرانی که قراره توی مجموعه ورکشاپ‌های دیجیتال فیوچرز 2024 برگزار بشه توضیح بدم. من حسن اکبری به همراهی عاطف شهرآشوب به عنوان مدرسین این ورکشاپ و همینطور مهندس مهدی فرد به عنوان منتور توی این 4 روز ما رو همراهی می‌کنه. توی این ورکشاپ سعی داریم که نگاه متفاوتی رو به معماری ایرانی داشته باشیم و خصوصا نقش هندسه توی این معماری. همونطوری که میدونید یک المان هندسی توی معماری ایران داشته نقشه زیادی رو بازی میکرده، مثل زیبایی شناسی، مثل حتی مسائل انوایرمنتال و مسائل سازه‌ای همزمان داشته با یک هندسه پاسخ داده میشده و در نتیجه به این هندسه و به اون راه حلی که اونجا تحت عنوان حالا یک المان هندسی ارائه شده میشه به عنوان یک الگوی کارکردی یا همون فانکشنال پارادایم نگاه کرد و یه جورایی اونو توی معماری امروز با ظاهر حتی متفاوت استفاده کرد. من اول میام سراغ تایملاین ورکشاپ و یه توضیح مختصر میدم که تو هر روز قراره چه اتفاقی بیفته و بعد چند تا نمونه از کاری که قراره اتفاق بیفته رو توضیح میدم. تو روز اول بعد از حالا آشنایی با همدیگه میریم سراغ معماری ایرانی و این نگاه رو مفصل‌تر توضیح میدیم و خصوصا نقش هندسه رو با حالا مثال مختلف و بخش دوم روز اول اختصاص پیدا میکنه به توپولوژی اپتیمایزیشن، اینکه چی هست، از چه نرم افزاری قرار استفاده بشه و یه چند تا تست روی چند تا مدل ساده توسط شرکت کننده ها گرفته میشه که با این فرایند آشنا بشن. تو روز بعدی شرکت کننده ها میان المان‌های از معماری سنتی که انتخاب کردن و توضیح میدن، نقش هندسه رو توش بررسی میکنن و حالا تا جایی که میتونن منابع مختلف جمع‌آوری میکنن و توضیح میدن و بعد از اون ما میریم سراغ مدل سازی یه مدل پیچیده تر هندسی از معماری سنتی با استفاده از گراساپر و بعد از اون راینو و همینطور با نگاه به مدل سازی FEM. البته میدونم این حشوه چون FEM خودش امش مدل سازیه یا مدلینگ و تو پارت دوم سعی میکنیم که اون مدل سازی، اون المانی که مدل سازی شده رو بهینه سازی بکنیم و شرکت کننده ها با این فرآیند آشنا بشن و همزمان با ما خودشون هم چند تا مدل ساده تر تست بگیرن. تو روز سوم دیگه مدل کامل آماده شده، هر گروه یک المان هندسی رو انتخاب کرده بر اساس قواعد مدل سازی کرده و تو روز سوم سعی میشه که اون بهینه سازی روی هر المانی که اون گروه های مختلف انجام دادن اعمال بشه و نتایج خروجی جمع آوری بشه و بررسی بشه و حتی تحلیل بشه و در روز آخر شرکت کننده ها میان کارشون رو ارائه میدن و جوری هم روی اونها نظر میده. بریم چند تا نمونه از این کار ببینیم. اول از همه چپیره گنبد شیخ لطف‌الله هست که حالا من مدلش هم اول بیارم که بر اساس هندسه‌ای که داشته و توی منابع هست اول مدل سازی شده این چپیره تا خود گنبد و حالا میشه بخش‌های مختلفش به صورت جداگونه آنالیز گرفته بشه، بهینه سازی بشه و حالا ببینیم که کدوم بخش‌های از اون المان هندسی نقش داشتن مستقیما توی انتقال نیرو و کدوم بخش‌ها کمتر تأثیر داشتن و آیا هندسه‌ای که انتخاب شده بر اساس رفتار سازه‌ای بوده یا نه. خب ممکنه خیلی جاها به این نتیجه برسیم که تمامی اون المانی، تمامی اون هندسه فقط قرار نبوده بخش سازه‌ای رو هندل بکنه یا نقش داشته باشه مستقیما تو سازه و خب دلایل دیگه ای هم دخیل بودن. نمونه دیگه که بخوام باز نشون بدم یه کارمندی یک پایه 8 که حالا فرایند نرم افزار هم و فرایند ورکشاپ به این شکلی ما اول به یه مش ابتدایی میرسیم که خب نیاز داره که یه فرایند پست مدلینگ یا پست پروسس روش انجام بشه که بعد از اون فرایند میشه به یک شکل خیلی ساده تر نسبت به اون رسید که
اون موقع میشه این دو خروجی، یعنی خروجی و مدل ابتدایی با هم مقایسه کرد و نتیجه گیری کرد. باز اینم نمونه دیگه ورکشاپ ببخشید کاربندی 12 که باز دوباره یک پایه و اون خروجی که مش ابتدایی هست و در نهایت کاربندی که بهینه سازی شده و بعدش اون پست مدلینگ میشه انجام شده. این چیزی که از شرکت کننده مختلف توقع میره که بتونن تیم ها هر تیم المان انتخاب کنه، مدل سازی بکنه و در نهایت به این خروجی ها برسه و با مقایسه کردن اینا بتونه اون هندسه رو بررسی بکنه و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا اون هندسه داشته توی این سازه نقش داشته یا نه در ابتدا، و اگر نقش داشته آیا میشه با این فرمای جدیدتر توی سازه‌های امروزی هم از اون استفاده کرد یا نه. سلام به همه دوستان، من مرتضی همتی هستم، بسیار مفتخر و خوشحالم که در خدمتتونم. من میخوام توضیحاتی رو در ارتباط با ورکشاپ اکسپریمنتال که در بستر دیجیتال فیوچرز فارسی قرار از روز 3 تا 7 مرداد برگزار بشه خدمتتون ارائه کنم. این ورکشاپ سومین ورکشاپ خواهد بود که ما در بستر دیجیتال فیوچرز و با همین موضوع انجام خواهیم داد. ما در 2 سال گذشته هم همین ورکشاپ رو داشتیم، اگرچه هر سال ما رویکردهامون و موضوعمون رو یه مقدار متفاوت نسبت به سال قبل در نظر میگیریم، ولی اساساً جوهره موضوع همون بحث تجربه گرایی هست. توضیحی که لازمه خدمتتون عرض کنم اینه که ما توی این ورکشاپ بیش از اون که روی محصول نهایی و کیفیت محصول نهایی تمرکز داشته باشیم، روی روند طراحی به عنوان جوهره معماری تمرکز داریم. به همین دلیل هم خیلی تاکید داریم روی اینکه آزمون و خطا کنیم، روش‌های جدید رو، فرآیندهای جدیدی که میتونه محصولات جدیدی رو خلق کنه، و در واقع فلسفه برگزاری چنین ورکشاپی رو من میتونم اینجوری بیان کنم که ما در دنیایی قرار داریم که روز به روز نیازهای جدید و عوامل جدیدی بر معماریمون میتونه اثرگذار باشه، ولی خب تجربه نشون داده که معماری با اون سرعت در واقع حرکت نکرده و به تمام این نیازها پاسخ نمیده، و ما در پی این هستیم که با در روشی خلاقانه و با روشی تجربه گرا سعی کنیم که نیازهای جدید رو هم ببینیم و در واقع تمرین کنیم که چجوری میتونیم به اینها پاسخ بدیم. ورکشاپ ما با بخشی از مبانی نظری موضوع تجربه گرایی در معماری آشنا میشیم، برخی از نمونه تاریخی رو با هم بررسی می کنیم، نمونه های اجرا شده رو بعضن می بینیم و در موردش صحبت می کنیم. اما بعد از اینکه مبانی نظری و نمونه های انجام شده رو با هم بررسی کردیم، بخش عمده از زمان ورکشاپ رو ما اختصاص می دیم به تمرین و آزمون عملی تجربه گرایی. در واقع تجربه گرایی رو واقعا باید از طریق عمل کردن یاد گرفت. برای همین ما یک پروژه تعریف کردیم در سال گذشته به عنوان نمونه که با عنوان پارک انگلی یا پارسیتیک پارک تعریف شد، که در واقع در یک فضای فیوژن و ادغام میان فضای عمومی شهری و فضای خصوصی که حالا توی این مثال یک فضای مسکونی بود شکل گرفته بود. حالا من در ادامه تصاویر اون رو خدمتون ارائه میدم. یه نکته نهایی هم لازم هست من خدمتون عرض کنم، اینکه ورکشاپ امسال برخلاف 2 سال گذشته
5 روزه هست. یعنی ما یک روز به زمان ورکشاپ اضافه کردیم. با توجه به تجربیاتی که در 2 سال گذشته داشتیم، تصورمون این هست که ما میتونیم بر قنای پروسه طراحی اضافه کنیم. اگر سوالی یا مطلبی بود که فکر میکردید که توی این توضیح اولیه در واقع وجود نداشت یا ابهامی براتون مطرح بود، حتما میتونید از طریق همین صفحه یا از طریق ایمیل هایی که ما توی در واقع سایت دیجیتال فیوچرز قرار دادیم با ما تماس بگیرید و هر گونه ابهامی باشه ما با کمال میل در خدمتتون هستیم که به اونها پاسخ بدیم. وقت بخیر و امیدوارم که شما رو توی این ورکشاپ ببینیم. از نما به پوسته پاسخگو. کارگاه فعلی راجع به بررسی انتقادی و کاوش و طراحی در نماهای تعاملی با کارهای باله. به صورت کلی ما توی معماری دیگه از بحث نما گذر کردیم و داریم الان راجع به پوسته های ساختمانی صحبت میکنیم. نکته مهمی که پیرامون پوسته های ساختمانی در سالیان اخیر مطرح شده تعاملی کردن اونهاست. ولی این تعاملی کردن فارغ از رویکرد فرمی که داره، یه مبحث مهم دیگر رو هم در خودش داره و اون چیه؟ سلامت و رفاه ساکنینی هستش که در اون سکونت دارن. کارگاه فعلی از 4 روز آموزشی و 1 روز عملی جهت بررسی پروژه ها تشکیل شده. ما تو روز اول بحث نما، بحث مساله و رویکردهایی که از گذشته تا به حال نسبت به این عنصر نما و پوسته ساختمان بوده رو بررسی می‌کنیم و تمرکزمون روی یک پارچه سازی فناوری هاست. صحبت می‌کنیم راجع به عناصر جنبشی نما، سلول‌های خورشیدی، مواد خوب تنظیم شونده و مسائلی ماننده. در روز دوم این کارگاه ما اقدام به مدل سازی و شبیه سازی نماهای طراحی شده خواهیم کرد تا دسترسی اونها به نور روز، مصرف انرژی، آسایش حرارتی که برای ما فراهم می‌کنند و مسائلی که مرتبط با عملکرد ساختمان به ویژه در زمینه پوسته‌های ساختمانی هست رو با هم بررسی می‌کنیم و مطالبی که در جلسه گذشته با هم مرور کرده بودیم رو، یعنی در روز اول پیرامون مصالح رو، با دقت بیشتری اینجا مورد بررسی قرار خواهیم داد. در روزهای آتی ما از یک دنیای مجازی وارد یک دنیای حقیقی میشیم. اقدام میکنیم به فکر کردن، ایده پردازی راجع به نحوه عملکرد این نماها، ساختارشون و فعالیت‌هایی که میشه انجام داد پیرامون بهبود و عملی سازی ایده هایی که در روزهای گذشته مورد شبیه سازی انجام دادیم. و در روز چهارم که در واقع روز پایانی آموزشی این کارگاه هست، به میکروکنترلرها، سیستم‌های مکانیکی و مواردی از این دست می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چطوری می‌تونیم ما از این ابزارها استفاده کنیم در راستای متحرک سازی و پویا سازی نماهای ساختمانی که در اختیار داریم و طراحی کردیم. و در پایان در روز آخر هم اقدام به ساخت و بررسی این نماها خواهیم کرد. سلام دوستان، دوره پیش رو که توی 4 روز قرار برگزار بشه من اون رو به 2 قسمت تقسیم کردم. قسمت اول که توی 3 روز اول اون دوره ما خواهد بود قرار به مفاهیم و مبانی پایه‌ای ماشین لرنینگ ببرد. ما می‌خوایم تو این دوره برخی از الگوریتم‌های ماشین لرنینگ رو با توجه به اون محدوده زمانی که داریم بررسی بکنیم و اون رو بیام روی دیتا ست‌های معماری اجرایی بکنیم. بعد از پایان این دوره انتظار می‌ره که دانشجویانی که تو این دوره شرکت کردن بتونن این الگوریتم‌هایی رو که یاد گرفتن روی دیتاهای خودشون شخصی سازی بکنن. ولی توی قسمت دوم کار خودمون
که یک روز رو به خودش اختصاص میده، میخوایم در مورد کانسپت و مفاهیمی که امروزه به عنوان لبه علم و تکنولوژی ازش نام برده میشه رو میخوایم در موردشون صحبت بکنیم. مفاهیمی مثل رگ ها، ریتریوال آگمنتد جنریشن، ایجنت ها یا عامل ها، در مورد LLM ها میخوایم صحبت بکنیم یا مدل های بزرگ زبانی مثل ChatGPT، مثل لاما، مثل جمنای، میخوایم ببینیم اینا چجوری اصلا کار میکنن و همچنین میخوایم از پلتفرم هایی که شما استفاده میکنید مثل Midjourney، مثل Stable Diffusion و تولید عکس میکنید، میخوایم ببینیم که اینا اصلا از چه کانسپتی استفاده میکنن و میان پرامپت های شما رو تبدیل میکنن به عکس. میخوایم در مورد این مفاهیم توی این چند روزه با همدیگه صحبت میکنیم.